تعمل تیم نیست، هیچ کس مانه من نیست. تا روزی که قرار باشه از کسی اجازه بگیرم من تیم نمیسازم. باور کنیم از این عمری که بابت فیلم های گذاشتم گذاشتم سر کردم بگیم متاسفم. هر بار که این فیلم ها رو میبینم انگار که توسط یه آدم دیگر رو دیدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، سینمای ما مرکز فحشاست. و البته فیلم ها باید، کسانی که فیلم سازند باید معلوم بشد که اینا چه کارن، چه جور بودن، وضع روحیشون، وضع زندگیشون، وضع معاشرت هاشون قبلا چجور بوده است. ما الان تجارت نکنیم از این بگیم سینمای اسلامی میکنیم، تئاتر اسلامی میکنیم. خب چرا اعلان نمی کنن صریحا بگن آقا ما میخواییم سینمامون اسلامی کنیم، سینمای اسلامی. سینمای اسلامی یعنی چه؟ یعنی این تکنیک، این قالب، این هنر که از دیگران هم ما این هنر گرفتیم، مثل خیلی چیزای دیگه، ما میخواییم محتوای اینو اسلامی کنیم. از غالب این هر چیزی که با اسلام منافات داره بخواییم اینو حذف کنیم. چه مانعی داره این گفته بشه؟ چرا گفته نمیشه که ما در هنرهای نمایشیمون در دانشگاه توی قرآن میخواییم کارگردان مسلمان تصویری بشه به این معنی؟ ما بخواییم کارگردان مسلمان درست کنیم، ما میخواییم فیلمنامه نویس مسلمان درست کنیم، ما میخواییم بازیگر مسلمان درست کنیم، ما میخواییم فضای جامعه رو اسلامی کنیم. من از تئاتر شهر اخراج کرده بودن و در سال 59 و دلیلش هم این بود که من به سیاست فرهنگی تئاتر شهر در اون زمان اعتراض کردم. از ابتدا من مسئله داشتم با این سینما به این صورت که پایه‌های اخلاقی نداره این سینما، مشروعیت اخلاقی نداره. اگر بخوام اصطلاح خود آخوندی رو به کار ببرم، مشروعیت اخلاقی این سینما نداره. چرا که سینما متعلق به رژیمی است که با سوزاندن سینماها، آتش زدن سینماها سر کار میده. بعد از انقلاب ریختن به دفترهای سینمایی ایران، یعنی اون دفتری که فیلم رو دیستریبیوت میکرد و از جمله نگاتیو و پوزیتیو رگبار رو هم بردن. نگاتیو و پوزیتیو فیلم دیگر من کلاغ هم بردن. بعدم شنیدیم که در شوراباد فیلم ها رو آتیش زدن. من اون موقع استاد دانشگاه بودم، از دانشگاه اخراج شدم. من کوشش میکنم با فیلم ساختن خودم آنچنان به سهم خودم، آنچنان با سقوط این سینما بشم که بلکه یه چیز تازه ای از جاش در بود. اون سینمایی نبود که نسل های بیش از ما و نسل ما و نسل فیلمسازهای باهوش بعد از ما میخواستن به وجود بیاد. این سینما دفت میشد به نظر این. هر کسی که علاقمند هست به این هنر و به آینده این هنر باید کوشش کنه که این فرو ریزی زودتر اتفاق بیفته و همین امیدی یک محال تازه ایجا شده. وقتی داشتم بازجویی میکردن گفت تو چرا همچین چیز میسازی؟ گفتم خب من این شرایطی که به وجود میاد از اون الهام میگیرم. من گفتش که یعنی چی؟ گفتم خب الان شما دارید منو بازجویی میکنی، من یه روزی بالاخره فیلم خواهم ساخت، اینو مطمئن باشید یه روزی شما توی فیلم ما خواهید بود. برگشت گفت یعنی چی؟ یعنی میخوای منو بذاری تو فیلم؟ گفتم من نمیدونم چطوری میای تو فیلمم، ولی یه جا حضور خواهی داشت. گاهی اوقات عوامل سینما، تهیه کننده ها و کارگردانان در واقع تبدیل شدن به عمله های جباریت، تبدیل شدن به دهانه های اجاره ای، یعنی همون حرفی رو میزنن، فیلم های ضد زن میسازن و بعد براشون دست و کف هم همون روشنفکری میزنه. اونها به هنرمندها مثل سربازهای یک نظام ایدئولوژیک نگاه میکنند که منحصراً باید در اختیار خاص و اراده اونها باشه.
من به هیچ وجه نمیپذیرم. به نظر میاد که همه چیز باید در مسیر خواست و تحکیم نظام پیش بره. همونجور که گفتم قاضی اصلا در مقدمه حکم اینو نوشته. با استقرار جمهوری اسلامی در کشور به خاطر سیاست‌های متحجرانه، ارتجاعی، فریبکارانه و سیاست‌های مشرشهی که به خرج داده در همه امور، جامعه در هنر، سیاست، علم، اقتصاد و در رأس اون در اخلاق دچار سقوط شده. یه حقیقت دیوهای تلخی هستن که نباید چیزی شود. سعی کن حقیقت هر چیزی را دریابی به شرط آنکه کال یا تلخ نباشد. مرگ حق، ولی چه مرگی؟ ما هر روز داریم میمیریم به خاطر یک جور زندگی. مرگ همه داریم هر روز میمیریم، زندگی کجاست؟ من کوشش میکنم با فرطن ساختن خودم آنچنان دار با سخت خود خود آنچنان دار با سکوت این سینما بشن که بعد یه چیز تازه یه چوش داریم.